سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم. بچه ها، ما در ادامه پروژه که داشتیم برای دام انجام میدادیم رسیدیم به این پروژه. یه پروژه میخوام یه ویدیو تو بکگراند پلی بکنیم با یه سری قابلیت خاص و ببینیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم. بچه ها میام داخل فایل HTML هم. بچه ها خب از HTML هم شروع میکنم. یه کامنت میذارم اینجا، هدر. داخل هدرم بیادن تگ ویدیو میذارم. بچه ها یه کلاس نیم بهش میدم، ویدیو کانتینر. کانتینر بعد بچه ها تگ ویدیو یه اتریبیوت های داره، مثلا controls muted autoplay و loop. خب یه سورس باید بهش بدید بچه ها برای ویدیوتون، سورس که مشخص میکنید. میگم من میخوام ویدیوی اینو لود بکنم. تایپ هم بهش میدیم ویدیو MP4. این هست. و اینکه اینا بیارم بزنمش این تو بچه، این قراره بره روی ویدیومون نمایش داده بشه. خب اینو لایوش کنیم ببینیم. خب این شد بچه پروژه ما. خب پلی میکنم اینو، حتما خودکار پلی بشه. عجیبه که پلی نمیشود. چرا به نظرتون؟ چیزش دانشتم. ویدیو کلاس ویدیو کانتینر دوسته کنترولز میوتد اوتو پلی و لوپ. سورس بهش دادم SRC. تایپ هم که درسته. آها اینجاش اشتباه است. حالاشت. خب به صورت پیش فرض باشه وقتی این ویدیو پخش میشه، چون من اتریبیوتش رو گذاشتم تو حالت میوتد، به صورت میوت شده پخش میشه. خب خیلی عالی. بریم سراغ CSSش بچه ها. خب اینش که تکراری مونه جاست ویدیو پروژه همه پروژه همونه. خب از اینجا شروع میشه. یه کلاس پریلودر داریم، اینو فعلا نگفتم، بهتون جلوتر میگم. هاید پریلودر هم هیچی. یه هدر داریم، اون کل اون مجموعه است. گفتم مین هیتش ارتفاعش بشه 100 وی اچ. بذارید کمتر کنم بچه ها، 90 وی اچش کنم. میخوام بذاره توی صفحه اینجوری بهتره. میخوام این پایینش رو ببینید بچه ها. خب بعد پوزیشن ریلیتیو دیسپلی به صورت کلید و پلیس آیتمز هم به صورت سنتر. خب یه ویدیو کانتینر دارم بچه ها که میشه اون ویدیو. خب پوزیشن دادم ابسولوت نسبت به ریلیتیو بالاش تعیین میشه بچه ها. وقتی شما یه پوزیشن یه المانی رو میدید ابسولوت، پوزیشن پرنتش رو میدید ریلیتیو، نسبت به اون میتونید مکانش مشخص کنید. گفتم باشه از گوشه سمت چپ بالا شروع بشه. عرض 100 درصد 20 سنت درصد، یعنی کل عرض و ارتفاع پرنتش رو بگیره. آبجکت فیت هم گفتم کاور باشه. زد ایندکس هم گفتم منفی 2، یعنی بیرو بیفته پشت. چرا؟ چون میخواستم اون نوشته بیاد بالا. H1 اوکی. این هم از این H1 همون. و این سویچ ها نظر گفتم اوکی. این از این. خب بچه اگه من زد ایندکس هم از اینجا بردارم، ببینید چه اتفاق میفته. برای نوشته بچه ها نوشته نیست. به خاطر اینکه من اینو گذاشتم نوشته میاد بالا دست. ببینید
نوشته میره میفته پشتش، یا بهتر بگم میفته این پایین. بذار من یه لحظه یه رنگ بهم بدم ببینیم کجا میفته. بچه ها من اینو چیز میکنم بلک، اینم کامنت میکنم ببینیم نوشته کجا میره. نوشته بچه افتاده پشتش الان. خب حالا اینو من برش دارم دوره میاد رو، اومد رو. خیلی عمالی اینو پاک میکنم اینو برمیگردم. خیلی خوب. خب بچه ها من ویدیو رو گذاشتم، بریم سراغ این دکمه. یه دکمه داریم اینجا، بریم اینو بذاریم. خب میام اینجا. پای نکته بچه ها، من این کنترلایی که گذاشتم به درد نمیخوره صادقانه. چرا به درد نمیخوره؟ چون عملا بهش دسترسی ندارم. دیدید دیگه ویدیو که پخش میشد یا که بچه بهش دسترسی ندارم. خب پس همه تو برش داریم، چه کاری میذاشتیمش. پس برش داشتم اینو. بریم اون دکمه رو بزنیم زیر این. بچه ها یه دونه کامنت میذارم. اینتر زدم. خب ویدیو سویچ، یه باتن میذارم با کلاس سویچ btn، یه اسفن پلی، یه اسفن پاس، بعد یه اسپن هم میذارم با کلاس سویچ. خب این دکمه اومد اینجا بچه. بریم سی اس اس شما ببینیم دکمه همونو. این سویچ بی تی نمونه که میشه این باتن، کل باتنه. پوزیشن ابسولوت باتم 7%، اینم 7%. نسبت به چی دادم 7%؟ نسبت به پرنتش بچه. یعنی گفتم که نسبت به پرنتش که میشه هدر، چی گفتم؟ گفتم تو 5% 7% از پایین، 7% از سمت چپ. یعنی بیا اینجا باش. اوکی این است. هی تونی چی؟ دیسپلی فلکس هم که هیچی، این هم هیچی، این هم هیچی. بعد اسفنه داخلش هم دیسپلی اینلاین بلاک گروسر پوینت، این هم هیچی. سویچ اون اسفن آخریه وید 50%، هیت 100%، تاب لفت 0. این هم از این سویچ و دات اسلاید و سویچ. آها اگر کلاس اسلاید بگیره بچه نیا کنید، اگر کلاس اسلاید رو بهش بدم اون دکمه 50% تغییر وضعیت میده. نیا کنید وقتی این دکمه رو کلیک میکنم کلاس اسلاید رو میدم به این، اسلاید رو میدم اون دکمه 50% تغییر وضعیت میده. الان نه، نیا کنید 50% تغییر وضعیت میده کلیک میکنم. اگه اسلاید رو داشته باشه 50% میره سمت چپ، اگه اسلاید رو نداشته باشه نمیرسم چه میه سر جای اولش. خب بچه اینم از HTML CSS HTMLش. بریم بیایم جلسه بعدی روز جاوا اسکریپتش صحبت کنیم. بچه این قسمت رو راجع به HTML CSSش صحبت کردیم، چیز دیگه هم نداره، نکته دیگه نداره بخوام بهتون بگم. بریم بیایم جلسه رو جاوا اسکریپتش صحبت کنیم بچه. فعلا خداحافظ.